مدام ویدیوهای مختلفی رو میبینم که میگن این دهماده ماده غذایی رو بخورید لاغر بشید یا این مواد غذایی باعث چربی سوزی میشن این دموش رو بخورید چربی های پهلو راستتون مثلا آب میشه از اونجایی که قاعدتا چربی سوزی موزهی نداریم تمام این موارد رویایی بیش نیستن میخوام اما جور دیگه ای بهتون یه لیست بدم لیستی که بر اساس واقعیت باشه و نه رویا اول ما مرور میکنم که چی باعث لاغر شدن میشه و بعد چی بخوریم تا این فرایند تداوم داشته باشه و به سایز دلخواه برسیم رود به همگی فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور مربع انسانی هستم کنجگاه و ما در زمینه تغذیه ارزش و پیشرفت امروز میخوام راجع چربی سوزی و چی بخوریم که چربی سوزی هم داشته باشیم صحبت کنم. یک یادآوری از قسمت دوم کنم. زمانی که ما مشغول به خوردن باشیم، انسولین در بدن بالا رفته و شروع به چاخ شدن میکنیم. مثل تلفن همراهی که به برق وصل باشه و شروع به شارژ شدن کنه. بدن هم انرژی اضافه ای که بهش میدیم رو ذخیره میکنه چون انرژی خیلی چیز مفتی نیست و به راحتی به دست نمیاد پس در زمانی که یه جورایی به برق وصل هستیم یعنی انسولین در سطح بالایی هست بدن ما اجازه نداره از باسری خودش یعنی چربی ها استفاده کنه این امر یعنی انسولین در کنار کالری دریافتی و مصرفی کلا چاق یا لاغر شدن ما رو مشخص میکنه کلا چهار حالت بیشتر رخ نمیده حالت اول انسولین کم باشه کالری دریافتی هم کم آخر ماه لاغر میشیم حالت دوم انسولین زیاد باشه کالری دریافتی هم زیاد خیلی واضح هست که چاق میشی حالت سوم و جالبی که ممکنه رخ بده انسولین زیاد باشه یعنی مدام قند خون رو بالا ببریم و اما کالری دریافتی کم باشه کالری بشماریم و رژیم مثلا 6 بعد در روز بگیریم به صلاح حالتی هست که متابولیسم کند میشه بدن دست به چربی ها نمیزنه چون انسولین بالا هست و رسما اجازه نداره این کار رو بکنه پس میره سراغ ازولات و نتیجهش میشه با سن تخت و پاهای لاغر حالت چهارم هم حالتی هست که همه یه جورایی آرزوش رو دارن که انسولین کم باشه و کالری دریافتی هم زیاد میشه حالتی که طرف هرچی میخوره چاق نمیشه که به اصطلاح میگیم متابولیسمش خیلی هست شاید خیلی خلاصه ولی عمد مقوله لاغر شدن یا چاق شدن همین هست پس بر اساس همین اصل باید مواد غذایی و زمان مناسب خوردن رو انتخاب کرد تا انسولین زیادی بالا نره و مدت زمان زیادی بالا نمونه در کنارش میزان کالری دریافتی رو هم باید کم کرد اما نه با شمردن بلکه به چشم و حس میشه مقداری کمش کرد البته یه مقوله استرس هم هست که فعلا قسمت هشت رو ببینید اون استرس و کورتیزول خودش انسولین بیشتری در بدن تولید میکنه که خب باز میرسیم به همین شرایط که خدمتون ارز کردم حالتی که شخص انقدر استرس داره که به اصطلاح آب هم میخوره چاق میشه قول میدم یه قسمت بروز شده راجع به استرس درست کنم سابسکرایب کنید که از دست ندید حالا در راستای چی بخوریم و چی نخوریم های لاغر شدن با من باشید تا پنج ماده غذایی که با لاغر شدن تداخل ندارند که هیچ بلکه برای سلامت کلی ما مفید هم هستند رو بهتون معرفی کنم دقت کنید که نگفتم پنج ماده غذایی که باعث لاغری میشه این پنج تا رو بخورید لاغر شی و امثالش اگر که در حد عرف مصرف بکنید این پنج مورد مانعی برای لاغر شدن ندارند و در کل سلامت شما رو تهدید نمی و البته مصرف بیش از حد این مواد غذایی خیلی خیلی سخت است برعکس مواد غذایی فسفودی که هرچی می خوریم باز هم سیر نمی این قسمت سلامت خیلی مهمه لاغری مهم هست اما اگر که همراه با سلامتی باشه مورد اول تخم مرغ که کربوهیدرات خیلی کمی داره پس انسولین خون رو زیادی تحریک نمیکنه و از طرفی سرشار از پروتئین با کیفیت هست پروتئین خوبی که در قسمت 54 راجبش صحبت کردم و خیلی درصد جذب بالایی داره در آخر حسابی شما رو سیر نگه می داره و اصلی ترین مادی مغزی یعنی پروتئین بدن رو تأمین میکنه البته برای این درصد جذب بالا باید تخم مرغ کامل مصرف کرد نه فقط سفیده که ترکیب آمینو اسیدهاش خراب نشه خیلی خواص دیگه هم داره مثل کلسترول خوب و طبیعی که داره کولین ویتامین به 12 ویتامین دی، آهن روی و و هزار ماده مغذی دیگه که راجبش در قسمت سوم صحبت کردم به شخص روزی چهار یا پنج تخم مرغ میخورم که معمولا ساده اما ترکیب تخم مرغ چه آپس چه روب با کره محلی رو خیلی دوست دارم یه خورده نمک هم بهش بزنید عالیه دیگه یه نکته پخت میتونم اضافه کنم حتما سفیده رو خوب خوب بپذید که اینطوری بهترین میزان جذب پروتئین رو خواهید داشت خیلی ها میپرسن چند تا تخم مرغ در روز مصرف کنیم که اصلا سوال خوبی نیست من نمیدونم شما چقدر تحرک دارید یا چقدر نیاز دارید اما یه قانون کلی اگر بخوام بگم این میشه تخم مرغ میتونه وعده اول خیلی خوبی باشه انقدری باید بخورید که شما رو تا وعده بعدی سیر نگه داره اگر دو تا خوردید و دو ساعت بعد گرسنه بودید و رفتید سراغ حل حوله بکنیدش سه تا همینطوری آزمون خطا تا برسید به میزانی که به درد شخص شما میخوره البته با این فرض که فقط تخم مرغ خورده باشید نه با حجم زیادی نون یا سوسیس کنارش یا حتی چیز شیرینی که قند خون رو خیلی بالا برده باشه و اون گرسنگی دو ساعت بعدش در اثر افت همون قند باشه نه گرسنگی واقعی پس صبحانه یا وعده اول خوب شما رو از ریز خاری بی نیاز میکنه اینه که میگن صبحونه مهمترین وعده روز هست اگر هله هوله خوردید بیسکویتی چیزی تا آخر روز هی hey, مدام باید بخورید چرا که سوار یه ترن هوایی شدید هی hey, قند خونتون بالا میره هی hey, میاد پایین هی hey, میره بالا هی hey, میاد پایین اخلاق و موند درست حسابی هم نخواهید داشت به شخص 6 هفت صبح بیدار میشم ده یازده وعده اول تخم مرغ رو میخورم و انقدری میخورم که من رو تا حدود پنج عصر سیر نگه داره و بعدش وعده دوم و تمام فکر کنم دیگه زیادی راجع به تو همور حرف زدم البته بریم سراغ موارد بعدی بریم سراغ مورد دوم که فیبر هست این مورد غیر مستقیم بر روی انسولین تاثیر داره با مصرف فیبر مخصوصا اول غذا سرعت جذب قند خون توسط بدن کم میشه سرعت کمتر به معنی نیاز کمتر بدن برای ترشح انسولین هست سطح انسولین هم که پایین تر بیاد صد و یک مشکل مختلف در بدن برطرف میشه یکی چربی های جمع شده این فیبر رو میتونید از سالاد بگیرید نه سالاد میوه نه سالاد ماکارونی نه سالاد الویه برید سراغ سالاد انواع مختلف سبزیجات و مخصوصا سبزیجات چیلی پایی یا کروسفرس وشتبلز این دسته سبزیجات شامل کرم بروکلی، گل کلم، کاهو، کیل و امثالشون هستن. اما یه نکته داره که در قسمت 53 بهش اشاره کردم. خیلی از سبزیجات میتونن برای برخی افراد ضد مغذی باشن یعنی میتونن ضرری بیشتر از سودشون داشته باشن از کجا بفهمیم برای شما ضرر داره یا نه سوال خوبیه که باید بپرسید خب ساده ترین راه اینه که قسمت 53 رو ببینید لینکش رو توی توضیحات میذارم یا این بالاها و بعد حالا جدا از شوخی ساده ترین راه اینه که دقت کنید که آیا مصرف این مواد غذایی به شما نفق یا ورم معده میده یا نه اگر آره پس اونو رو مصرف نکنید تنوع سبزیجات برای سالات زیاد هست برید سراغ مواردی که اذیتتون نکنه بی خودی هم دنبال دمنوش و آب نبات برای بعدش نباشید یال خودتون رو راحت کنید از اول مصرف نکنید که بعدش هم دنبال آروم کردن دلتون به هر قیمتی نباشید مورد سوم گوشت قرمز هست و منظور گوشت قرمز دامی که برای خودش چرخیده علف خورده خوب رشد کرده و در آخر گوشت با کیفیتی داره ایدال ترین هم گوشت گوسفند هست قطعا منظور سوسیس و کالباس نیست منظور هزار و یک محصول فراوری شده نیست اگر میتونید گوشت با کیفیت اگر نه سعی نکنید با محصولات صنعتی مثلا جایگزین بکنید که ضررشون بیشتر از سودشون هست گوشت قرمز رسما تمام مواد مغذی مورد نیاز انسان رو داره الا یک مورد و اون هم ویتامین C هست بغیر از اون لنگ هیچ چیزی نخواهید بود گوشت قرمز رو نمیشه به این راحتی با منابع گیاهی جایگزین کرد علتش رو گفتم در قسمت پنج و چهار میتونید ببینید اونجا هم گفتم که یه علت اصلی از نظر تکامل که انسان انسان شده برمیگرده به کشف آتش و مصرف پروتئین حیوانی کلی منابع هم هستن که نشون میدن با مصرف این منابع پروتئین انسان استخونها و ازولات بهتری خواهد داشت پس اول برای سلامت و بعد برای لاغری برید به سمت این منابع غذایی شاید بپرسید با چی بخوریم گوش رو که خب ایدهال اینه که با هیچی خودش خوبه دیگه اما اگر شدنی نیست مقدار کمی نون یا برنج کنارش بیارید ولی این برنج رو غذای اصلی نبینید و حجمش رو خیلی کم نگه دارید مورد چهارم آب قلم هست که میتونه کربوهیدرات ناچیزی داشته باشه اگر که خودتون درست کنید محصولات بیرون گاهن یه چیزایی اضافه دارن بسته به کرم و انصافشون مغز استخان استخوان کلی ماده مغذی داره که در آب قلم خواهد بود و میتونه شدیدن برای ما مفید باشه این آب قلم میتونه یه سوپ خیلی خیلی خوشمزه باشه همراه با سبزیجات کم کربوهیدراتی مثل کدو، بروکلی، فلفل دلمه ای و سیر و خیلی موارد دیگه با این کار کلی نشون رو با یه تیر زدید خواص بی‌نظیر آب قلم رو دارید به اضافه فیبر موجود در سبزیجات منهای سموم سبزیجات که با پختن یه چیزی مثل لکتین موجود درشون ضعیفتر شده و در آخر باعث نفع نمیشن چی بهتر از این نحوه درست کردن آب قلم رو هم در قسمت 38 توضیح دادم لینکش رو این بالاها یا توی توضیحات میذارم ببینید درست کنید و لذت ببرید جا داره یه چیز اضافه بکنم و اون راجع به آمینو اسیدی هست به اسم گلوتامین گلوتامین خیلی کاربردهای زیادی تو بدن داره اما چیزی که اینجا مهمه کاربردش در دیواره روده هست برای ترمیم بافت ها استفاده میشه اما توی روده خیلی کاربرد داره به درد کیا میخوره کسایی که مشکل نشت روده دارن کسایی که مشکلات خودیمنی دارن و کسایی که در کل استرس زیادی دارن چون این افراد با استرس زیادشون باعث میشن که مشکلات خودیمنی در بدنشون شکل بگیره و این گلوتامین خیلی کمک میکنه به ترمیم این بافت های روده و جلوی نشت روده رو میگیره توی آب قلم خیلی زیاد هست و همینطور گوشت قرمز اگر این دوتا رو مصرف نمی کنید میتونید برید به سمت مکمل های گلوتامین که اونم میتونید پیدا بکنید پودراش توی بازار هست مورد پنجم ماهی یا به کل منابع غذایی دریایی اینجا هم مثل گوشت قرمز بهتر که برید سراغ ماهی های آزاد به جای پرورشی یا براوری شده ماهی رو ما مصرف میکنیم به خاطر اون چربی های سالمی که داره مخصوصا اومگا 3 شاید بدونید اگر نمیدونید باید بدونید که نسبت اومگا 3 به 6 خیلی مهمه چیزی که باعث میشه ما در آخر اومگا 3 رو جذب کنیم یا نه گیرنده های هر دو در بدن یکی هستند فقط امگا 6 چون خواهر پرشهر و شوری هست و سرسداش بیشتره زودتر جذب میشه و سه در آخر جذب نشده و دفع میشه اما برگردیم سراغ ماهی ماهی های پرورشی با شدت زیادی حاوی امگا 6 هستند و در آخر نسبت خوبی ندارند این حجم امگا 6 زیاد از خوراک این ماهی ها میاد که معمولا ذرت و سویا هست پس با ماهی پرورشی خیلی لطف چندانی به خودمون نکردیم این تازه در صورتی هست که رنگ یا هزار یک سم دیگه به خوردشون نداده باشد البته توجه داشته باشید که در کنار ماهی خوب چه روغنی هم استفاده می کنید چه کنار سالاد یا برای پختش چرا که اگر از روغنهای سرشار از اومگا 6 استفاده کردید باز هم در آخر اومگا 3 ماهی رو دریافت نمی کنید و انگار پولتون رو دور ریختید. قسمت 43 رو ببینید که هم داستان خواهرهای اومگا رو متوجه میشید هم روغن خوب و بد رو تشخیص میدید. لینکش رو این بالا و این بالا یا در توضیحات میذارم. خلاصه کنم این قسمت رو. لاغر شدن هیچ رازی نداره. دنبال قرص یا خوردن بیش از حد یک ماده غذایی خاص نباشید. باید اول سالم شیم و بعد یک مقدار کمتر بخوریم و بعدش وزن کم میشه همین کلی نکته هست که مرتب بهتون میگم اما رازی نیست شاید خیلی ها بیاین بگین که این مواد غذایی خیلی گرون هستند و خب دارید متاسفانه همینطور هست عموم مواقع مواد غذایی بی کیفیت هستند که به قیمت پایین پیدا میشن ولی چند نکته هست اگر الان پول مواد غذایی با کیفیت ندید فردا باید پول دوا و دکتر بدید نکته بعدی شاید گوشت گوسفند علف خورده نتونید بخرید ولی که والا منم نمیتونم بخرم اما نرید سراغ سوسیس و کالباس برید سراغ بهترین گزینه ممکن بعدی مثلا گوشت گاوی که ذرت خورده منظور که از یه جایی شروع کنید به سمت غذای کامل رفتن بعد یباش یباش و از بهتر میشه و میتونید کیفیت خوراکتون رو یه سطح دیگه بالا بیارید تمرکز کنید روی غذاهای کاملی که اجدادمون میخوردن به عبارتی پروتئین خوب و در آخر ببینید که اول چقدر مودتون خوب میشه سلامت کلیتون بهتر میشه بعد چقدر راحت وزنتون کم میشه پس شد فیبر زیاد پروتئین های با کیفیت مثل تخم مرغ گوشت قرمز و ماهی به همراه سوپ قلم و سبزیجات ممنون که تا اینجا با من همراه بودید اگر مفید بود و مطلب یاد گرفتید لایک کنید سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید اگر فکر میکنید این قسمت برای شخص خاصی میتونه مفید باشه براشون بفرستید تا هم کمکی به اون عزیز کرده باشید هم به من چون بزرگترین حمایت به اشتراک گذاری شما هست اگر به صورت پادکست به این محتوا گوش میکنید به کانال یوتیوب هم سری بزنید که یه سری قسمتها فقط اونجا آپلود میشه اگر مایل بودید میتونید در این مسیر حمایت مالی هم بکنید لینک ها برای داخل و خارج از کشور در توضیحات هستند این کارتون کمک بزرگی به تولید محتوای رایگان جهت آگاهی جامعه فارسی زبانان هست پیشا پیش ممنونم در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر راه بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد.